متشکریم. شاهد بعدی ما شاهد شماره 179 هست. صفحه 349 هست شهادت ایشون. Hello, Mr. Witness, can you hear me? آقای شاهد، سلام. صدای من رو میشنوید؟ بله شما. Okay, thank you, Mr. Chair. Mr. Witness. آقای شاهد، ممنون از اینکه در برابر این دادگاه حاضر شدید شهادت بدید. لطفاً بعد از من تکرار کنید. من سوگند یاد میکنم که حقیقت را بگویم. من سوگند میکنم که that I will speak the truth که حقیقت را بگویم حقیقت را بگویم the whole truth تمام حقیقت و چیزی جز حقیقت نگویم و چیزی جز حقیقت نگویم Thank you. There'll be questions from counsel. سوالاتی از طرف وکیل پرسیده خواهد شد و بعد از طرف هیئت قضات سوال پرسیده خواهد شد. آقای شاهد، ما اطلاع داریم که شما عکسایی در اختیار دارید که بعد از شهادتتون اونها رو نشون خواهیم داد و به علاوه بخشایی از شهادت شما هم هست که میتونه به افشای هویت شما کمک بکنه. برای همین میخواهید فقط در مورد بخشایی صحبت بکنید که شما رو ایمن نگه میداره و هویت شما رو افشا نمیکنه. بفرمایید که در روز 25 آبان چه اتفاقاتی افتاد. من سر کار بودم، از سر کار داشتم میرفتم، صدای تیر و گلوله شنیدم. دوستانی اطلاع دادن، گفتن بیا اعتراضات و اینا. من اینو بگم اول، من برای بنزین و گرون شدن بنزین نرفتم. من دلایل خودم رو داشتم، ناعدالتی و ظلم و این چیزا بود. و اگر نه به خاطر گرونی بنزین نبود. اینو بهتون بگم، رفتم سر بانک ملی، یه 10,000 نفری بودن دم بانک ملی، 10,000 تا 8,000 نفری بودیم. بعد داشتیم طرف مامورا اعتراض میکردیم و سنگ پرداخت میکردیم و متاسفانه یکی از همراهان ما بین سیتی استار و بانک ملی تیر خوردن و متاسفانه جونش از دست داد، که برای روشن نشدن نام شهرم اسم رو نمیگم. ایشون با ولی دادم در اختیار دادگاه با اسلحه کلاشینکوف و تفنگ‌های ساچمه‌ای، به خصوص نیروهای انتظامی و بسیج از بالای پشتبون و پایین آتیش رگبارشون رو بسته بودن. در این حین آقای صلواتی هم تیر خورد، هم با اینکه تیر خورده بود داشت بلند شد و داشت اعتراض میکرد که آقای سروان وفایی رئیس کلانتری 11 با اسلحه کملی کلت دو تا تیر به سینه ایشون زد و ایشون هم متاسفانه بین راه تموم کرد و کشته شد. بعد رفتیم دم
بانک ملی یه دی ریختن توی بانک و بانک‌ها رو آتیش زدن. من نبودم، من خودم نرفتم، دوستانم نرفتن، یه دی ناشناس بودن. من نمیگم مردم بودن، نمیدونم. جالب اینجا بود که مردم مامورا هم کاری با اینا نداشتن، اینا هیچ کاریشون نداشتن، با اینکه اینا داشتن به مردم شلیک میکردن ولی با اونا کاری نداشتن. مردم اعتراض میکردن و ما رو بردن به طرف فلکه شیراز، داشتیم همینجور اعتراض میکردیم، یعنی ما رو در واقع روان کردن به اون ور. یکی از دوستامون از بالای پشتبونه چی بهش میگن، پشتبونه خوابگاه، با تک تیر انداز زدن تو سینه یکی از دوستای فامیلیش، متاسفانه یادم رفته این پسر که دم فلک شیراز تیر خورد، آقای برادران چی بود اسمش، برادران میشه اگه اسمش یادتونه بگین، اگه یادتون هست، برادران دشتینیا. تیر به سینه یکی از سام خورد که اون وسط برادرش اطلاع پیدا میکنه، میادش برادرش رو برداره که یه تیرم تو سر اون زدن و اونم اونجا کشته شد. که ما میخواستیم اینا رو ببریم برسونیم به بیمارستان، اینا به طرف ما رگبار بستن، یعنی اصلا نمیشد بهشون دست بزنیم اصلا، و با هزار زور تونستیم اینا رو برداریم برسونیم به بیمارستان که ما رو بردن به طرف پل نیروی انتظامی که اونجا داشتیم اعتراض میکردیم، که انصاری فرد کنار یک چراغ برقی ایستاده بود، فرزاد انصاری فرد داشت اعتراض میکرد و اینا، که یه نفر به عنوان به اسم آقای مشهدی نژاد، اینو من به عینه با چشای خودم دیدم، از نیروهای با کلاشینکوف بهش رگبار زد و یک تیر به سرش خورد و از جلو اومد بیرون، که همونجا نمیدونم تمام خون اومد و بعد همونجا جونش رو از دست داد. بعد از این رفتیم طرف پهلوانا، به زبان معلم خودمون بهش میگیم پهلوانا. اونجا هم تیر اندازی میکردن و یه خانومی رو با گاز اشکاور زدن، این خانوم هم سرش زخمی شد، خون ریزی کرد. ما همه اینا رو با موتور میبردیم، نفکر کنید که اونجا اورژانسی بود و میبرد اینا رو، یا کسی بود که سر میزد ببینه چی شده. همه رو به زور با موتور میبردن، بعضی هم تو بیمارستان اصلا راه نمیدادن، میگفتن شما جزو اعتراض کننده هستین، بعضی باید میرفتن تو خونه درمان می‌شدن. این ما داشتیم اونجا اعتراض می‌کردیم، بهمون رگبار بستن، رفتیم طرف گوده بقا. ببین اینم بگم، اینو جا انداختم، اینی که بانک ملی و آتیش می‌زدن، یه کارمند بانک بالای بانک ملی گیر افتاده بود، آتش نشانی اومد می‌خواست بره نجاتش بده، بعد می‌ترسید بره توی آتیشا بره. یه آدمی به اسم هشمداد با شجاعت فراوون رفت بالا و اون کارمند رو آورد، توی فیلم‌ها هم مشخصه، با شجاعت آورد این کارمند بانک رو نجات داد. خلاصه ما رفتیم گود بقرار و خلاصه 15 نفر دانش آموز زیر 18 سال با چشای خودم دیدم، با شلوارا و روپوش مدرسه بودن، اومدن طرف ما. بعد این با شوکر، با تون، اسلحه ساچمه‌ای و داشتن حمله میکنن که ما فرار کردیم، رفتیم تو گود بقال، که همه اینا هم زیر 18 سال بودن، یکیشون بالا 18 سال نبود، که حتی طرف ما کسایی که به طرف ما تیراندازی میکردن زیر 18 سال بودن. ما همینجور داشتیم ادامه میدادیم تظاهرات میکنیم، دو نفرم با تیر زدن به پاشون، که یکشو خودم بردم بیمارستان، یکشو یکی از دوستان. و وقتی برگشتیم هنوز داشتیم ادامه میدیم، هشمدار پشت سر من بود. هشمدار پشت سر من بود که یهو دیدم تیر خورده بهش و هرچی دست گذاشتیم رو گلوش و که خون ریزی نکنه و اینا، ولی متاسفانه کشته شد، به قتل رسید. اون بود. حالا تا جایی که میتونم این حرفای من بود، صدایی که این چیزایی بود که در اون روز تو آبان ماه دیده بودم بهتون گفتم دیگه. حالا اگه سوالی دارید من در خدمتم. قبل از اینکه سوالات پرسیده بشه، میتونیم اون عکس ها رو ببینیم لطفا؟ بله بله. Okay, we'll show them later. We don't have them up
به نظر میاد که عکس آماده نیست، بعدن میبینیمشون. آقای رئیس بفرمایید اگه سوالی هست. آقای شاهد عصرتون بخیر. من فقط یک سوال دارم که مربوط به موضوعی میشه که به نظر میرسه که بارها مطرح شده. گفتید که نیروهای متفاوت امنیتی در روز 25 آبان اونجا حضور داشتند. بسیج، پلیس، سپاه و حتی تک تیراندازهایی هم روی سقف ها بودند. دو یا سه بار در شهادتنامتون گفتید که صورتاشون پوشیده شده بوده. آیا این واقعیت برای همه این افراد صورتاشون پوشیده شده بود؟ اسمش بود سرگرد وفایی، کلونتر 11 بهبهان. و ممکنه توضیح بدید که این پوشش صورت‌ها به چه نحوی بود؟ آیا چیزی بود که خودشون درست کرده بودن، برای مثال صورتی یک جور روسری رو یا چفیه رو رو صورتشون بسته بودن، یا اینکه کلاه خود داشتن رو صورتشون، یه چیز رسمی بود یا یکی به طور غیر رسمی رو صورتشون پوشونده بودن؟ یعنی لباس شخصی ها نه، با چفیه و اینا بودن. یعنی از قبل آماده بودن، اینطوری بهتون بگم. Thank you. متشکرم. آقای شاهد، دو تا سوال دارم. This is the اونهایی که شلیک می‌کردن رو شناسایی کردید؟ بله. اگر که معرفی اونها موجب افشای هویت شما میشه لازم نیست بگید، ولی اگر که مشکلی ندارید که اسم مسئولین مربوطه رو بگید، خب میتونید بفرمایید. نمیتونم بگم که واسه هم مشکل ایجاد نشه. Go ahead. بفهمید. کسی که آقای قنواتی رو کشت، با چشمای خودم، با دوتا چشمای خودم دیدم. حالا سروان بود اون موقع، الان سرهنگه. نه ماسکی پوشیده بود نه چیزی، قابل شناسایی بود کاملا. با اسلحه کملی کرد، دوتا تیر زد اول به پاش، بعد آقای قنواتی که بلند شد داشت اعتراض میکرد، دوتا تیرم زد به سینه شد با اسلحه کمری. این یک نفر. بعدی هم آقای فرزاد انصاری فر، که خودم با دوتا چشم خودم دیدم که آقای مشهدی نژاد با اسلحه نظامی کلاشینکوف بهش تیر زد. حتی میتونم ببینید، حالا من بهشون گفتم نیادی هم به شهادت باشه، بدونم شهادت من باعث میشه که این آدم بازداشت بشه و به سزای اعمالش برسه، شهادت میدم. اما اگه بدونم نتیجه مجازاتشو نداره، میترسم این کار رو بکنم با اسم خودم. چند نفرم بودن، محمد بیدشتی که لباس این تیراندازی میکرد، لباس راهنمای رانندگی تو به عنوان فرد اطلاعاتی، و آقای هاشمپور که تک تیرانداز بود، از بالای پشت اون داشت، ایمان هاشمپور که داشت تیراندازی میکرد، دیگه آقای عباسیان رئیس اطلاعات نیروی انتظامی بهبهان، آقای قنواتی، آقای تابش، این چند نفر بودن که تک تیرانداز بودن و میزدن. محمد رسولان که رئیس بسیج بود و رئیس این تشکیلات بود، بهشون دستور میداد که تیراندازی بکنن یا نه. رئیس بسیج بود محمد رسولان، فرد خیلی شناخته شده یه تو بهبهان، و میخواین سوال کنین در موردش یا بخواین ازش بدونین، فرد بسیار سرکوبگر و وحشی و خونخواریه. Thank you, Mr. Witness. متشکرم آقای شاهد.
دو تا سوال ازتون دارم. به نحوی که از شهادتتون متوجه شدم، اولین تجربه ای که شما با تکتیر اندازها داشتید ساعت 9:30 صبح بوده، روز 25 آبان، درسته؟ کاملا درسته، 100%. و شما شرح دادید در شهادت نامتون که 1500 نفر در حال تظاهرات بودن و فقط میخواستم درک کنم چی کار میکردن؟ حتی بیشتر بودن. بسیار خوب. چه کار داشتن میکردن در اون موقع؟ نه، کار خاصی نمیکردن. یا به ظلم میگفتن ما این رهبر رو نمیخوایم، این رژیم رو نمیخوایم. یه لحظه صبر کنید. آیا راه می‌رفتن، می‌دویدن، فریاد می‌زدن، شعار می‌دادن، آواز می‌خوندن، چی کار می‌کردن؟ راه می‌رفتن و اعتراض می‌کردن. شعار بود، یه شعاری در اوتو رژیم بود. آیا کسی چیزی پرت میکرد؟ آیا آتشی به راه انداخت؟ کار خشونت آمیزی انجام داد؟ زورتون اولاش باشه که نیروی انتظامی تیراندازی نمیکرد به طرف مردم و مردم نمیخواستن از خودشون دفاع کنن. نه اصلا، ما داشتیم شعار خالی میدادیم که از این نظام بیزاریم، این نظام رو نمیخوایم، میخوایم اینا برن و همین چیزای مشابه. ولی اگه بعدش میگین که تیراندازی کردن، بله، ما با سنگ و اینا داشتیم از خودمون دفاع میکنیم. خب یه چیز مسلمیه، نمیتونستیم، تنها سلاحمون هم سنگ بود. تو اون تظاهرات 1501 نفر حتی یه سلاح دستش نبود که بخواد از خودش دفاع کنه، تنها سلاح ما همون سنگ بود. ولی در مقابل ما همش رگبار و اسلحه های ساچمه‌ای و شوکر و باتوم و اینا بود. آره آره، ولی اولش نه، حتی همون سنگ هم نداشتیم، فقط داشتیم شعار میدادیم. شب قبلش هم که مردان تظاهرات داشتن توی فیلم ها همه مشخصه، فقط نشسته بودن شعار میدادن و داشتن شعار میدادن و اونا بودن که خشونت علیه ما اعمال کردن و ما یک دفاع مشروع و یک دفاع ابتدایی. چجوری بهتون بگم، داشتیم از خودمون دفاع میکردیم. Thank you, Mr. Wynn. خیلی متشکرم آقای شاهد. مسی که یکی از قضات دیگه سوال دارن. خیلی متشکرم آقای شاهد. فقط من یک سوال دارم. شما ذکر کردید که یکی از معترضین یکی نجات داده بود از یک بانکی که در حال سوختن بود. سوال من این هست که آیا شما آگاه هستید که این بانک چگونه آتش گرفته بود؟ از اول اینجوری شروع کنیم، چگونه آتش گرفته بود بانک، میدونین؟ بانک، بله، این بانک، حالا نمیتونم بگم 100% مردم، خب مردم هم بالاخره توش بودن، ولی اون بانک به آتش گرفته بود، به دست مردم. این کارمندی که میگم رفته بود بالا که از خزانه نگهبانی بده که کسی نیاد اونجا، و وقتی بانک آتیش گرفته بود مردم زنگ زدن به آتش نشانی که بیاد و متوجه شدیم که یکی اونجا مونده، ولی همین مردم رفتن اونو نجات دادن و جونش هم ریسک کرد و آتش نشانی اومد، ولی یه پله گذاشت، گفت این کار خیلی خطرناکه تو این آتیش بریم و بخوایم نجات بدیم. ولی تنها نفری که رفت باز
همون کسی بودش که شلیک کردن تو گلوش، یعنی هشمدار، و رفت بالا قبل از اینکه شلیک کرده باشن بهش رفت توی اون آتیش خطرناک، اینو آورد حتی دستش سوخت و اینو گذاشت رو کولش، آورد پایین و از پله آوردتش پایین، که تو فیلم ها کاملا همه اینا مشخصه. حالا میتونید تو فیلم ها هم دقیق اینو نگاه کنید. یه نفر آدم هیکلیه که اگه اشتباه نکنم تیشرتش هم مشکی بود، میذاره اون کارمند بانک رو دوشش و میاره پایین. اون هشمدار بود. Thank you. خیلی متشکرم. فقط برای که روشن بکنیم، من جواب سوال رو شما رو خیلی خوب متوجه نشدم. اگه جواب دادید، آیا شما آگاه هستید، میدونید که چگونه آتش شروع شده بود؟ آتش با سنگ زدن تو بانک. بله، چند نفرم رفتن تو بانک، بنزین ریختن، بانک آتش زدن، ولی کی بودن؟ Thank you. خیلی متشکرم. چیز دیگه از طرف هیئت قضات نیست. وکلا سوالی دارن. خیلی متشکر هستیم آقای شاهد از شهادت شما. آقای شاهد خیلی متشکر هستیم از شهادت شما. ما تقدیر میکنیم از این سپاسگزاری. خواهش میکنم یه چند لحظه به من وقت بدین، یه صحبت دارم بکنم. Go ahead. بفرمایید. در مورد آقای قنواتی و هشمدار صحبت کنم. اول آقای قنواتی رو بگم که آقای قنواتی یک کسی بود که تنها نوندرار خانواده بود، براش زحمت میکشید، برای خانوادهش خرجی میآورد و نوناور بود، کارهای خونه رو میکرد، فردی بود که تنها دلخوشی مادرش بود و به خاطر همین هم صداش نیست، هیچ کس صدای قنواتی نشده. یه خانواده فقیری هست که الان هم هستن، این خانواده هست، ولی زیر فشار این رژیم هست. من خواهش دارم صدای آقای قنواتی باشید و آقای هشمدار که خیلی خیلی واقعا افراد مظلومی بودن و کشته شدن، خیلی هم مظلومن، هیچ اسمی ازشون نیست. من درست آقای فرزاد انصاری فرد بهش مینازم، بهش افتخار میکنم، صدای برادرش، صحبت برادرش رو میکنه، خواهر شجاع فرزاد، ولی متاسفانه خانواده قنواتی و هشمدار متاسفانه کسی رو ندارن که صداشون باشه، تو هیچ جای اسمی ازشون نبوده و به نظر من، ولی اینا هم مظلومترین کسایی بودن که کشته شدن و با اینکه قنواتی دوتا پاش تیر خورده بود، ولی پاشد و اعتراض کرد و گله تو سینه‌اش خورد، یا هشمدار که حتی رفت یه کارمند بانک رو نجات بده. من میخوام که شما صدای اونا باشین و اینا خیلی مظلومن، خیلی مظلومن، هیچ کس هم ندارن که صداشون باشه. من خیلی دوست دارم که افرادی که تو این جمع نشستن اگه میتونن کاری انجام بدن صدا اینا باشن، خیلی ممنون میشم و هر کاری از دست من بر بیاد بخوام در این راه بکنم حتما انجام میدم با کمال میل و از ته دلم، از ته قلب بهتون بگم هر کاری لازم باشه میکنم، هر کاری، فقط بتونم صدا این دارم فراد بتونم اسم بگم که اینا چجوری و چقدر مظلوم کشته شدن. و شما هیچ وقت نه اسم قنواتی اومده نه صدای هشمدار، به خصوص آقای هشمدار. این خواهش رو از شما دارم، شما صداشون بشین، شما بتونین حقشون رو از این رژیم بگیرین، از این رهبر جنایتکار و از این رژیمی که این همه جنایت کرد. آقای شاهد خیلی متشکر هستیم. همه چیزهایی که گفتید شنیدیم و همه چیزهایی که گفتید در نظر خواهیم گرفت و خیلی تقدیر میکنیم از اینکه شما اینجا شهادت دادید. خیلی ممنون.